در کشور خارجی مراسم مذهبی شیعیان در کلیسای اجاره‌ای برگزار می‌گردد. آیا دادن اجاره به کلیسا که می‌دانیم تبلیغ مسیحیت می‌کند و از پول حاصل جهت تبلیغ دین خود استفاده می‌کند، حضور در این مکان برای انجام مراسم محرم جایز است یا خیر؟ حکم فقهی این مسئله اینه که خب جایزه، ایرادی نداره. اما یه توضیحی که من عرض کنم، ما باید عادت کنیم همیشه نیمه پر دیوان رو ببینیم. اگر شما میخواید تبلیغ دین کنید، ما هر کاری که بخوایم بکنیم باید هزینه کرد، بدون هزینه که پیش نمیره. فکرمون رو باید رشد بدیم. یک روزی یک نفر اومد پیش من و یک سوالی مشابه این کرد که مثلا شبکه ماهواره‌ای شما راه انداختید، منظور شبکه امام عصر از جلال الله تعالی فرجه و شریف، آیا صحیحه اینقدر پول شما میدید به مثلا مسئولین هات برد که یهودیان؟ مثلا یهودیان ما باید فکر کنیم اگر کلیسا اجاره میشه، حالا کلیسا یه جای شیکیه مثلا اجاره میدن، اجاره میشه و مردم مسلمان میان اونجا، چرا از این طرف نگاه نکنیم که به هر حال یک عالم دینی منبر میره، روضه حضرت سید الشهدا خونده میشه، چقدر تأثیر داره. اگر شبکه ماهواره ای بالا میره، خب ما باید هزینه کنیم. خب حالا این امتیاز در دست یهودیست، خب باید پول بدیم تا بتونیم. شما چرا این همه افرادی که توسط این شبکات ماهواره ای شیعه، خدمت شما که عرض شود شیعی شدن، هدایت شدن، اگه شیعه هستن دست از گناه کشیدن، حتی اگه شیعه هستن که اهل گناه نیستن، اعتقاداتشون صحیح شده، مطالبی که نمیدونستن یاد گرفتن و هزاران هزار فایده ای که توسط این شبکات ماهواره‌ای شیعه هست که دو تا تشرف مختلف در همین عصر خودمون به محضر امام زمان علیه السلام انجام شده که در هر دو امام زمان علیه السلام فرموده بودند که امروز دین خدا و مذهب شیعه توسط علماء شیعه و قنوات شیعه، شبکات ماهواره‌ای، حفظ دارن میشن. چقدر نظر لطف دارن حضرت روی این مسئله. و من در پنجشنبه گذشته عرض کردم که اهل بیت و اصحاب اهل بیت همیشه به روز پیش میرن. یه روزی مثلا منبر بوده، مردم روی منبر، علما روی منبر مردم رو هدایت میکردن، امروز دیگه روز منبر نیست. امروز اگه ما بخوایم بشینیم بسنده کنیم به اون منبر، این شبکات ماهواره‌ای رو بیایم بگیم حرامه، دیش نداشته باشید، با هلیکوپتر بریم تو هوا هر که دیش داشت دیشش رو جمع کنیم، باعث میشه که از اون بر وهابیت تبلیغ کنه و فوج فوج جوانهای ما رو ببرن وهابی کنن، مسیحیت تبلیغ کنه و فوج فوج جوانهای ما رو ببرن مسیحی کنن، تمام فرق و حتی این افرادی که فاسدن جوانهای ما رو ببرن فاسد کنن. بعد ماها دلمون خوش باشه که ماهواره حرامه، دلمون خوش باشه که این پول حالا به مثلا یهودی میرسه. عصر ترقیز، عصر تکنولوژیز، عصر پیشرفته، تمام ادیان و مذاهب دارن با مدرنترین و بروزترین دستگاه‌های موجود تبلیغ میکنن، خب ما هم باید تبلیغ کنیم. برای اگه یه پولی تو جیب اون کلیسا میره و اون کلیسا مثلا میره برای خودش خرج میکنه، از این طرف این برام حساب کنین که ده ها برابر و شاید صد ها برابر و در مورد شبکه ماهواره‌ای شاید میلیاردها برابر ارزشش بیشتره. وگرنه معنا نداره که در دو تشرف مختلف که یکی از اینها یکی از علماء بزرگ نقل کرده که فرموده، خودم بدون واسطه شنیدم، بله، و همچنین مرجعیت شیعه که اینقدر نظر لطف روی این شبکات ماهواره‌ای داره و همچنین از این قبیل مسائل. همیشه اگه ما عادت کنیم نیمه پر رو ببینیم، و اونم حالا در همین دو جریان، همین جریان کلیسا و همین جریان شبکه ماهواره‌ای که من عرض کردم، شاید چیزی قریب به 95% لیوان پره، 5% خالیه.